مقام‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که با توجه به اینکه روسیه به کمک جمهوری اسلامی در حال ساخت یک کارخانه تولید پهپاد انتظار می‌ره ذخایر انبارهای پهپادی این کشور نسبت به زرادخانه فعلی بسیار بزرگتر بشه. به گزارش CNN، تحلیلگران آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا به تازگی گفتند که این کارخانه می‌تونه ذخایر پهپادی روسیه رو به مراتب بزرگتر از زرادخانه‌ای کنه که می‌تونست از جمهوری اسلامی تهیه کنه. به گفته این تحلیلگران، این کارخانه که ساخته احتمالاً تا اوایل سال آینده میلادی به پایان خواهد رسید، تاثیرات چشمگیری بر جنگ اوکراین خواهد گذاشت. همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک. آقایی، میبینیم که علاوه بر صادر کردن پهپادها، جمهوری اسلامی تسریع هم کرده کمک‌هاش رو برای ساختن اون کارخانه پهپادسازی. چه برآوردی هست از این کارخونه و چطور با وجود همه این مسائل و تحریم‌ها باز اون اتفاق داره میفته؟ خب فوریه گذشته بود که، یعنی حدود 6 ماه پیش، وال استریت جورنال از اعزام یک هیئت نظامی از طرف جمهوری اسلامی به روسیه خبر داد برای اینکه بررسی بکنن اون محل ساخت کارخانه تولید پهپادها، از جمله پهپاد شاهد 136 در شهر یلابوگا در جمهوری تاتارستان، میشه حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو. تو اون گزارش اسم آورده بودن از عبدالله مهرابی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه، و قاسم دماوندیان از اعضای هیئت مدیره صنایع هوایی قدس که در واقع در رأس اون هیئت نظامی بودن. ظاهرا گفته میشه که این بخش از توافق 1 میلیارد دلاری بین وزارت دفاع روسیه و جمهوری اسلامی هستش برای ساخت دست کم 6000 پهپاد. اطلاعاتی که ما داریم از منابع آزاد و باز این هستش که ما داریم در مورد اسمبل در واقع پهپادهای شاهد صحبت می‌کنیم، یعنی قطعاتی که از جمهوری اسلامی ارسال میشه به روسیه و برای نوعی با استفاده از موتورهای جدید، یعنی موتورهای جدید برای این پهپادها میخوان بسازن که هم سرعت این پهپادها و هم ارتفاع پروازی اینها ارتقا پیدا بکنه. و البته گفته میشه که روس‌ها دارن سعی میکنن که این سر جنگ پهپادرو رو آپگرید بکنن، چون این پهپادها قدرت تخریب حدود 10% موشک‌های کروزی مثل خاص-101 که روس‌ها هستش. و فعلا گفته میشه که این قطعات پهپادی از ایران بارگذاری میشه، میره به فرودگاهی در مسکو، در اون فرودگاه مسکو اینسپکشن و بازرسی انجام میشه و از اون فرودگاه در مسکو دوباره بارگذاری میشه، از طریق هواپیما میره به فرودگاه گیشوو در نیژنکامسک تاتارستان و از اونجا با کامیون انتقال میدن به یلابوگا. به نظر میرسه که در واقع همچین برنامه‌ای رو روس‌ها دارن که این حملات پهپادی خودشون رو با استفاده از پهپادهای شاهد وقتی که بومی میکنن افزایش بدن. و عملا ما میبینیم که قدرت‌های اروپایی و آمریکا با اینکه این تهدید و این خطر رو میبینن نه فقط برای اوکراین بلکه برای جبهه شرق ناتو، هنوز اقدام عملی در برابر تهدید پهپادی جمهوری اسلامی انجام ندادن. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، سپاسگزارم از شما.